هاودی گایز، من بهنام هستم و خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل من. این ویدیو مربوط به درست کردن تلیسمان پنجه خرس هستش، اما اگر از بازدید کنندگان جدید هستید لطفاً یکی دوتا ویدیو دیگه داخل چنل من تماشا کنید، و اگر از محتوای من خوشتون اومد برای حمایت و دیدن ویدیوهای بیشتر از من لطفاً چنلم رو سابسکرایب کنید. برای کرافت کردن تلیسمان پنجه خرس نیاز به یک دستبند زنجیری نقره، یک تکه سنگ کوارتز و پنجه خرس لژندری داریم. میشه گفت چالش برانگیزترین قسمت تهیه پیش نیازهای این تلیسمان مربوط به مرحله فرعی تست آف فیف هستش که از ابتدای فصل دوم حوالی هارتلند میتونید برید و اون رو فعال کنید. این ماموریت مربوط به پیدا کردن 30 تکه استخوان از بقایای دایناسورها برای خانم دبرا مکگینس هستش. تو دوتا ویدیو کلیه محلها و نحوه دسترسی به این استخوانها رو نشون دادم که پیشنهاد میکنم اون رو تماشا بکنید. هفت تا از این استخون‌ها تو مناطقی هستش که آرتور امکان حضور در اونجا رو نداره و شما میبایست یا با استفاده از گیلیچی که فقط رو نسخه یک بازی کار میکنه و یوتیوبر خارجی به اسم سوپر آنتونیو یه پلیلیست ازش درست کرده، با آرتور به اونجاها برید و یا عین من از ماد رو نسخه پی سی استفاده کنید و اینجا حضور داشته باشید. من اسنایپر نیو آستین رو غیر فعال نکردم و فقط گاد مود رو گذاشتم که با تیر اسنایپر کشته نشم و بتونم قسمت اول تسکای این ماموریت رو کامل کنم. بعد از جمع کردن اطلاعات هر 30 استخون برای ارسال اونها به دفتر پست برید، اما قبلش بهتر که یه سیو بزنید که اگر مشکلی برای لاگ مرحله و دریافت جایزه و نامه به وجود اومد بتونید این کار رو دوباره انجام بدید. بعد از فعال شدن تیک دوم تسک های این مرحله منتظر باشید تا مجدداً لاگ بالا بیاد و بتونید برای دریافت دعوتنامه و تک سنگ کوارتز به عنوان پاداشتون به دفتر پست برید. اگر به منزل دبرا مکگینس برید یه چاقوی خیلی زیبای دیگه هم به شما هدیه میده. یکی از محلهایی که شما میتونید اونجا دستبند زنجیری نقره به دست بیارید کلبه واتسون ها هستش. وارد کلبه بشید و از روی پاتختی سمت چپ جواهر رو بردارید. بهتره یه سیو بیرون در بزنید و بعد برید داخل که اگر این آیتم رو به دست نیاوردید دوباره بتونید شانستون رو با لود کردن سیو امتحان کنید. ابردن پیک فارم محل آشنایی براتون هستش و قطعا با این خواهر و برادر عجیب مواجه شدید. اگر با آرتور هستید و میخواهید که پولهای آرتور رو به جان انتقال بدید، پیشنهاد میکنم تا زمانی که دچار بیهوشی و غارت شدن توسط این دو نفر نشدید این کار رو نکنید. با کشتن و لوت کردن این زن میتونید یه دستبند زنجیری نقره به دست بیارید.
در یکی از فعالیت‌های کمپ، بهتره بگم که دزدی، که از جانب خاویر به شما پیشنهاد میشه، به مزرعه‌ای میرید که شانس به دست آوردن یک دستبند زنجیری نقره رو برای شما به همراه داره. ساکنین این مزرعه رو از پا در بیارید، خاویر رو راه بندازید که برگرده به کم و اون زنی که تو طبقه بالای طویله بود رو لوت کنید تا دستبند زنجیری نقره به دست بیارید. به مکانی که مربوط به خرس لجندری هستش بیایید و بعد از به نمایش در اومدن پیام ورود به محدوده ی حیوان لجندری دنبال نشونه های اون بگردید تا در نهایت اسپان بشه. خرس لجندری جز اون حیوانهایی هستش که بهتر شوخی و تست رو بذارید کنار و با هر چی که میتونید از پا درش بیارید و در نهایت اسکینش کنید تا پنجه خرس لجندری رو هم تو کیفتون داشته باشید. با کشتن این خرس لجندری یکی از پیش نیازهای مربوط به ست لباس لجندری برهانتر پیش ترپر فراهم میشه. لینک ویدیوی کامل درست کردن این ست لباس زیبا بالا و در توضیحات قرار داده میشه که بتونید تماشا کنید. و در نهایت با به همراه داشتن این سه آیتم پیش یکی از فنس های بازی برید و از منوی کرافت تو بخش تلیسمان برکلو تلیسمان رو کرافت کنید. همونطور که گفتم با به همراه داشتن این تلیسمان سرعت تخلیه هسته سلامتتون 10% کاهش پیدا میکنه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و بتونید تلیسمان پنجه خرس رو به دست بیارید. اما اگر سوالی داشتید میتونید تو قسمت کامنت ها بپرسید و اگر تا الان هم چنل رو سابسکرایب نکردید و از ویدیو و محتوا خوشتون اومده لطفاً دکمه ساب چنل من رو بزنید، حتی المقدور کامنت انگلیسی یا فینگلیش هم برام بذارید که سابتون نریزه. دمتون گرمه، تا ویدیوی بعد خداحافظ.